اهواز، مقابله جوانان معترض ابوسخیر با مزدوران سرکوبگر. جوانان بیکار از هموطنان عرب در روستای ابوسخیر در نزدیکی اهواز سه‌شنبه شب در مقابل شرکت نیشکر سلمان فارسی در 40 کیلومتری اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. جوانان معترض و مقاوم با مزدوران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران حراست که قصد متفرق کردن آنها را داشتند به مقابله برخاستند. در این درگیری چند تن از جوانان معترض توسط مزدوران وحشی ولایت فقیه مجروح و دستگیر شدند. فرزند من شد فرزند ایران. مادر قهرمان شهید نوید افکاری. تلویزیون آلمان، سایت کانال 1، 24 دی 99. به نظر می رسد کشتیگیر دیگری به نام مهدی علی حسینی 29 ساله متهم به قتل در انتظار اعدام است. مدافعان حقوق بشر، ورزشکاران ایرانی و کمیته بین المللی المپیک برای ممانعت از اجرای حکم اعدام تلاش می کنند. تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. لیست‌گذاری تروریستی 16 نهاد و 3 مهره رژیم آخوندی. بروزرسانی لیست‌گذاری‌های مقابله با تروریسم در ارتباط با رژیم ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 13 ژانویه 24 دی ماه 99. پیام‌های تسلیت اعضای شورا و یاران مقاومت. به یاد عقاب مقاومت ایران که از میان ما پر کشید. با اطلاع از وفات ناگهانی سرهنگ معزی، اولین پرسش این بود که این فقدان به محبوب ترین محبان سرهنگ چقدر گران خواهد آمد. منظورم برادر بالاقدرمان مسعود رجوی و خواهر بزرگوارمان مریم رجوی است که الحق برای سرهنگ فقیدمان محبوب ترین محبوبانش بودند. و اما آنچه تسلی بخش است اینکه چنین شخصیت هایی که درس های جاودانه بر جا گذاشتند هرگز فقدان نخواهند داشت. برای نمونه باید بیان کنم که طی 40 سال روابط دوستی و همرزمی با سرهنگ معزی آخرش نشد که یک بار آنچنان که دلم می‌خواست مراتب علاقه و ارادتم را به وی ابراز کنم و هر وقت که در این باب لب به سخن می‌گشودم در همان جمله‌های اولیه مانع می‌شد و فرصت نمی‌داد و بایستی برای اجتناب از اوقات تلخی و احیاناً خشم این عزیز قطع می‌کردم. و حتی در مواردی که با نقل قولی از خواهر مریم و یا برادر مسعود می‌خواستم شروع کرده و به این بهانه به وی ابراز علاقه کنم باز هم قطع می‌کرد. و فراموش ناشدنی که این فقید عزیزمان در تمامی این نزدیک به نیم قرن هم زاهدانه ترین زندگی را برگزیده و حتی از میزان رفاه و تسهیلاتی که در چارچوب همین مقاومت برای نیروهایش فراهم شدنی است به کمترین
و ساده ترین ها اکتفا می کرده است. این چنین است که امثال من فقط می توانیم در برابر خصائص والای مبارزاتی و انقلابی این مرد بزرگ تواضع کرده و به فراخور از وی یاد بگیریم. با تحسین و تواضع و تسلیت به برادر مسعود و خواهر مریم رجوی که قادر بوده و هستند تا از صدف وجود یکایک رزمندگان و عناصر این مقاومت درخشانترین گوهرها را استخراج کنند. جلال گنجی، 23 دیماه 99. سرهنگ از پیش ما پر کشید ولی از مسعود و مریم جدا نشد. تک گلی بود که در سرزمین من ایران رویید و امانت و رهبریت مجاهدین را با پرواز بزرگ خود برای آزادی مردم ایران به یادگار گذاشت. او همچون شعله در میان آتش هاست. فتح یک ساعته و فتح یک روزه و فتح یک ساله فتح نیست. فتح و پیروزی که بتواند با بقای زمان بر آسمان و تحولات و تغییرات باقی و ثابت و پررنگ بماند، آن فتح حقیقی است و آن پیروزی واقعی است. چنین اندیشه و فکری اگر در افراد پیدا شود، آنها را جاودانه می کند. سرهنگ جاودانه بود و جاودانه گشت. او در دل مجاهدان و مبارزان و همرزمانش و در تاریخ سرزمینمان چون بنیانگذاران می درخشد. آدم از پشیمانی گریست، نوح از گمراهی قومش، یعقوب از فراق فرزندش یوسف، یحیی از ترس آتش دوزخ و فاطمه برای مرگ پدرش رسول خدا و می دانم سردار بزرگ مسعود به خاطر از دست دادن سرهنگ. او در بلندای قله ها همچون عقابی بزرگ، همانطوری که آرزو داشت، با چشمانی تیزبین نظارگر پرواز مسعود و مریم است. آن روز سرهنگ دوباره زنده و عقاب آسمان هاست. خانواده ارسطوپور. متاسفانه سرهنگ بهزاد معزی، یکی از خلبانان کوشا و مبارز ایرانی، در سن 83 سالگی در کشور فرانسه درگذشت. سرهنگ معزی در مدت 42 سال گذشته در برابر حاکمیت افسار گسیخته آخوندی در ایران در میادین کار سیاسی و انقلابی فعالانه شرکت داشته است. به مناسبت درگذشت سرهنگ بهزاد معزی، مراتب تسلیتم را به خانواده ایشان و تمامی مبارزین راه آزادی و اعضای شورای ملی مقاومت ایران تقدیم می‌دارم. بابا شیخ حسینی، 22 دی 1399 هجری شمسی. آلودگی هوا با شاخص مرگبار 200 در تهران و کلان شهرهای کرج، تبریز، مشهد و عراق. در بحبوحه کرونا، حلق و ریه مردم پر از هوای آلوده. هوای 13 شهر آلوده و بسیار خطرناک است. تلویزیون حکومتی. نفس کلان شهرها به شماره افتاده و همزمانی آلودگی هوا با کرونا نگرانی ها را به شدت افزایش داده است. قطعی گسترده برق در تهران و شهرهای دیگر در شرایط زمستان و آلودگی مرگبار هوا. شاکری عضو مجلس ارتجاع. امروز در کنار آلودگی هوا با خاموشی‌های متعدد قطع برق در کشور روبرو هستیم. نیروگاه‌ها میگویند گاز نداریم. آخر چطور دومین کشور صادرکننده گاز جهان باید کمبود گاز داشته باشد؟ آمار جانگداز قربانیان کرونا در 478 شهر از 21100 نفر گذشت. پاسدار سلامی، سرکرده کل سپاه پاسداران.
دشمن بر قائمه نظام یعنی خامنه ای متمرکز شده و هر چه او بگوید ولو درباره واکسن جنجال راه می اندازند. آخوند روحانی: در مورد واکسن در فضای مجازی بحث هایی مطرح می شود و دغدغه هایی برای مردم درست می شود. گزارش وزارت خارجه آمریکا به کنگره: لیست سرکردگان سپاه پاسداران و مقام های قضایی خامنه ای که با ممنوعیت مسافرتی روبرو هستند. این مقام ها در فعالیت های هسته ای، گسترش سلاح های کشتار جمعی، پشتیبانی از تروریسم بین المللی و نقض جدی حقوق بشر علیه مردم ایران نقش دارند. اسامی برخی سرکردگان سپاه و مقام های قضایی: حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، حسین طائب، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه و غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل سابق رژیم ایران. وزیر خارجه آمریکا: نشان دادن ضعف رژیم ایران را شرورتر می کند. باید با قاطع ترین و محکم ترین صدا با این رژیم برخورد کرد. مایک پومپئو: ما قاتلان و زندانبانان و قضات فاسد رژیم ایران را در دادگاه های ساختگیشان تحریم کردیم. مردم ایران این شکنجهگران را انتخاب نکردند. آنها شایسته حاکمیتی بسا بهتر از این هستند. سناتور لینزی گراهام، رئیس کمیته قضایی سنای آمریکا: رژیم ایران حامی اصلی تروریسم در جهان است و به حمایت از القاعده ادامه می دهد. ساده لوحانه است فکر کنیم توافق اتمی باعث تغییر رفتار این رژیم خواهد شد. آسوشیتد پرس: حملات هوایی به مواضع مزدوران رژیم ایران در سوریه، کشته شدن 23 تن و انهدام انبارهای تسلیحاتی رژیم در سوریه. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا: حملات هوایی با اطلاعاتی که آمریکا داده صورت گرفته و انبارهای منهدم شده کانال پشتیبانی برنامه اتمی رژیم ایران بودند. وزارت دادگستری آمریکا: پیگرد 3 دلال رژیم آخوندی به خاطر پولشویی و نقض تحریم. تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی: لیست گذاری تروریستی 16 نهاد و 3 مهره رژیم آخوندی. به روز رسانی لیست گذاری‌های مقابله با تروریسم در ارتباط با رژیم ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا، 13 ژانویه 24 دی 99. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 13 ژانویه برابر با 24 دی ماه 1399 فهرست اتباع به طور ویژه نامگذاری شده STN خود را بروز کرده و نام 3 فرد و 16 نهاد را بر اساس فرمان اجرایی 13876 در رابطه با مقابله با تروریسم رژیم ایران به این لیست افزود. این نهادها عبارتند از: شرکت تولید نیروی برق آبادان مرتبط با شرکت مهندسی رینیرو، آستان قدس رضوی، مؤسسه برکت مرتبط به بنیاد اجرای فرمان خمینی، شرکت کمباین سازی مرتبط به آستان قدس رضوی، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران مرتبط به بنیاد اجرای فرمان خمینی، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر مرتبط به آستان قدس،
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی مرتبط به آستان قدس، شرکت معادن قدس رضوی مرتبط به آستان قدس، شرکت کاشی سنتی قدس مرتبط به آستان قدس، شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی مرتبط به آستان قدس، سازمان اقتصادی رضوی مرتبط به آستان قدس رضوی، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی مرتبط به آستان قدس، شرکت توسعه نفت و گاز رضوی مرتبط به آستان قدس، شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی مرتبط به آستان قدس، شرکت شهاب خودرو مرتبط به آستان قدس رضوی، شرکت توسعه حفاری تدبیر مرتبط به گروه توسعه انرژی تدبیر، محمد مروی، محمد مخبر مرتبط به ستاد اجرایی فرمان خمینی و محمد جیراش المحمداوی اهل عراق مرتبط با داعش، سه مهره لیست گذاری شده در تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده بنیادهای تحت کنترل ولی فقیه رژیم ایران را هدف تحریم‌های خود قرار می‌دهد. ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون و آستان قدس رضوی که در چنگال خامنه‌ای جنایتکار است تحریم شدند. وزارت خارجه آمریکا روز 24 دی 99 اعلام کرد ایالات متحده آمریکا امروز دو سازمان تحت کنترل ولی فقیه رژیم ایران شامل ستاد اجرایی فرمان خمینی و آستان قدس رضوی را تحریم کرد. این دو بنیاد در عین اینکه تحت پوش سازمان‌های خیریه کار می‌کنند، بخش عظیمی از اقتصاد ایران از جمله دارایی‌های مصادره شده از مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی را در خدمت خامنه‌ای، دفتر وی و مقامات ارشد رژیم ایران تحت کنترل خود دارند. این نهادها به موجب فرمان اجرایی 13876 که خامنه‌ای، دفتر وی و نهادهای مرتبط به آنها را هدف قرار می‌دهد، لیست گذاری می‌شوند. این اقدام به دنبال لیست گذاری ماه نوامبر بنیاد مستضعفان توسط وزارت خزانه داری صورت می‌گیرد. بنیاد مستضعفان مجموع شرکت‌های عظیمی تحت کنترل خامنه‌ای است که هلدینگ‌ها و شرکت‌های عظیمی را در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران شامل می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه خاطر نشان می‌کند که مجموعه بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی ضد خاتم الانبیا همراه با ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون و آستان قدس که در تیول خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند، بیش از نیمی از اقتصاد ایران را تحت کنترل خود دارند. وزارت خارجه آمریکا در ادامه می‌افزاید این نهادها این امکان را به رهبران فاسد رژیم ایران می‌دهند که از سیستمی از مالکیت بر طیف گسترده‌ای از اقتصاد ایران سوء استفاده کنند. آمریکا به هدف قرار دادن نهادها و افراد ثروت‌اندوزی که فقط ادعا می‌کنند به مردم ایران کمک می‌کنند، ادامه خواهد داد. آلودگی هوا با شاخص مرگبار 200 در تهران و کلان شهرهای کرج، تبریز، مشهد و عراق، قطعی گسترده برق در تهران و سایر شهرها. آلودگی شدید هوا همراه با قطعی برق علاوه بر تهران در بسیاری از شهرهای میهن، از سرایان در خراسان جنوبی تا مشهد و تبریز و ارومیه و کرج و قزوین و اصفهان و عراق و اهواز و ماشهر و شوش ادامه دارد. از سه‌شنبه شب شاخص آلودگی هوای 8 منطقه تهران بنفش شد که یک شاخص مرگبار است. آلودگی هوا در تهران و برخی دیگر از کلان شهرها از وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها وخیم‌تر شده و از قرمز به بنفش رسیده است. آلودگی در پایتخت به حدی است که هوا برای همه گروه‌ها بسیار ناسالم بوده است و سه‌شنبه شب از عدد 275 گذشت که بسیار برای سلامت مردم خطرناک است.
روز گذشته 13 شهر هوای آلوده داشتند که همچنان ادامه دارد و کرج، تبریز، مشهد و عراق هم شرایط مشابهی دارند. همزمان قطع گسترده برق در بسیاری از شهرها از جمله تهران، تبریز و مشهد که از سه‌شنبه شب شروع شد و از صبح چهارشنبه افزایش یافته، موجب تشدید سختی‌ها برای مردم و اعتراض آنان شده است. کارگزاران رژیم بهانه‌های مختلفی برای قطع برق مردم ارائه می‌کنند. یک کارگزار رژیم در مشهد گفت اگر این قطعی‌های مقطعی صورت نگیرد، با قطعی برق به نحو گسترده مواجه خواهیم شد. سرکردگان رژیم به جای هر اقدام جدی، دروغ و فریبکاری تحویل مردم می‌دهند و تقصیر قطعی برق را هم به گردن مردم می‌اندازند که گویا مصرف زیاد می‌کنند. اما این دروغگویی‌ها به حدی مسخره است که رسوایی آن در منابع حکومتی نیز منعکس می‌شود. یک رسانه رژیم می‌نویسد جان مردم همچنان بر اثر بی‌تدبیری مسئولان، آلودگی هوا و کرونا به خطر افتاده است. به اعتراف یک کارگزار رژیم در محیط زیست، میزان گوگرد در سوخت نیروگاه‌ها تا 8000 پی پی ام است که میزان مرگ‌آور 160 برابری گوگرد در این سوخت‌ها را نشان می‌دهد. در این شرایط به اعتراف کارگزاران و رسانه‌های رژیم مشخص می‌شود که دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در بسیاری از نقاط تهران قابلیت اندازه‌گیری ذرات خطرناک کمتر از 2.5 میکرون را ندارد و برخی روزها هم از کار انداخته می‌شود تا مردم از میزان شدید آلودگی هوا مطلع نشوند. فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگداز قربانیان در 478 شهر از 201100 نفر بیشتر است. در حالی که نمکی از خیز جدید بیماری و چالش موج چهارم با توجه به زیرساخت‌های کشور به شدت ابراز نگرانی می‌کند، تعلل، دروغ‌گویی و فریبکاری در تهیه واکسن توسط روحانی و دیگر سردمداران رژیم ادامه دارد. پاسدار سلامی: قائمه نظام رهبر است که هر چه بگوید ولو درباره واکسن، دشمن جنجال به راه می‌اندازد. کمیسیون بهداشت مجلس به روحانی: اگر مسئولان ناچار به وارد کردن واکسن مورد تایید کوآکس هستند، دقیقاً اعلام شود که واکسن از چه نوعی است و چه تعداد و چه زمانی به عنوان محصول کدام کشور وارد خواهد شد. نمکی: استانی که ما را بیش از همه گرفتار کرده مازندران است و در 24 ساعت گذشته 21 نفر به دلیل کرونا جان باختند. زالی: ارتباط مستقیم میان آلودگی هوا و افزایش شیوع کرونا و میزان بستری و فوتی‌های آن وجود دارد. رئیس بیمارستان تجریش تهران: تا به امروز حتی یک روز بدون بحران هم نداشتیم. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 478 شهر از 201100 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 7668 نفر، در آذربایجان غربی به 7423 نفر، در اصفهان به 12610 نفر، در تهران به 49101 نفر، در خراسان رضوی به 13665 نفر، در خراسان شمالی به 3093 نفر، در قم به 7835 نفر، در کرمان به 4437 نفر، در گلستان به 5045 نفر، در گیلان به 7116 نفر، در لرستان به 8153 نفر، در مازندران به 7862 نفر، در هرمزگان به 2105 نفر و در یزد به 3622 نفر رسیده است.
در حالی که وزیر بهداشت رژیم از خیز جدید بیماری و افزایش موارد بستری و مرگ به شدت ابراز نگرانی کرده و موج چهارم را با توجه به توان و زیرساخت‌های کشور چالشی عظیم خواند، تعلل، دروغگویی و فریبکاری در تهیه واکسن توسط روحانی و دیگر سردمداران رژیم ادامه دارد. شب گذشته روحانی در جلسه سران قوا گفت چه واکسن ساخت داخل، چه خرید واکسن از شرکت‌های مطمئنی که مورد اعتماد 100% باشند، دولت در این زمینه قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهد داد. دولت درخواست تهیه واکسن از کوواکس را مطرح و پول آن را هم پرداخت کرده است و میلیون‌ها دوز واکسن از این طریق خریداری شده. از منابع دیگر هم دنبال تهیه واکسن هستیم. وی امروز در هیئت دولت گفت غیر از کوواکس واکسن‌های دیگری هم در دسترس ماست و وزارت بهداشت آنها را تأمین می‌کند. بانک مرکزی امروز در جلسه رسماً اعلام کرد که مشکلی برای تأمین و پرداخت ارز ندارند. پاسداران سلامی سرکرده سپاه پاسداران گفت نظام ما یک قاعده و یک قائمه دارد. قاعده نظام ما مردم و قائمه آن رهبر است که دشمن بر او متمرکز شده و هرچه بگوید ولو درباره واکسن جنجال به راه می اندازند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم به روحانی نوشت از شما انتظار می رود مراقبت بفرمایید که واکسن های تولیدی آمریکا، انگلستان و فرانسه و هر گونه واکسن تولید شده از سوی مراکز غیر قابل اعتماد به واسطه گری کشور ثالث نیز وارد نشود. اگر مسئولان ناچار به وارد کردن واکسن مورد تایید کوواکس هستند، دقیقاً مشخص و اعلام شود که اولاً واکسن از چه نوعی است و چه تعداد و چه زمانی و به عنوان محصول کدام کشور وارد خواهد شد. ثانیاً وارد کنندگان این واکسن ابتدا واکسن را روی خود و خانواده‌هایشان تست بفرمایند و در صورت تایید بی‌ضرر بودن در اختیار مردم قرار گیرد. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت ارتباط مستقیم میان آلودگی هوا و افزایش شیوع کرونا و میزان بستری و فوتی ها وجود دارد. در تهران با تنوع آلاینده ها نیز مواجه هستیم که هر یک آثار تخریبی بر شهروندان دارند. قطعا تعطیلی چند روزه می تواند به این شرایط کمک کند. حمل و نقل عمومی شهر تهران به عنوان معضلی جدی هم در آلودگی هوا و هم در موضوع کرونا نقش دارد و نیازمند راه حل‌های حمایتی است. باید برای این کار بودجه مشخصی تخصیص داده شود. خوشنود رئیس بیمارستان تجریش گفت تا امروز حتی یک روز بدون بحران نداشتیم و تا به امروز بیش از 350 نفر از کادر درمان بیمارستان شهدای تجریش به ویروس کرونا آلوده شدند. در مازندران نمکی وزیر بهداشت گفت استانی که ما را بیش از همه گرفتار کرده مازندران است و در 24 ساعت گذشته 21 هموطن در این استان جان باختند. در گلستان شهرهای بندرگز و کردکوی طی 3 روز اخیر در وضعیت قرمز قرار گرفتند. سایر شهرها در وضعیت نارنجی و زرد قرار داشته و مجموع بستری ها بیش از 400 نفر است. در شهر و روستاهای بندرگز میزان مبتلایان صعودی است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 دی 1399. گزارش وزارت خارجه آمریکا به کنگره. لیست سرکردگان سپاه پاسداران و مقام‌های قضاییه خامنه‌ای که با ممنوعیت مسافرتی روبرو هستند. این مقام ها در فعالیت های هسته‌ای غیرقانونی، گسترش سلاح های کشتار جمعی، پشتیبانی از تروریسم بین المللی و نقض جدی حقوق بشر علیه مردم ایران نقش دارند. سایت وزارت خارجه آمریکا 23 دی 99. وزارت خارجه آمریکا طی گزارشی به کنگره لیستی از مقام‌های ارشد رژیم ایران را که در فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، سیستم‌های حمل سلاح‌های کشتار جمعی، پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی،
و نقض جدی حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی شرکت داشتند و همچنین اعضای خانواده این مقام ها که رئیس جمهور تعیین کرده منتشر کرده است. این گزارش که سالانه توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود به کمیته امور خارجه، کمیته امکانات مالی، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی، کمیته امور بانکی، مسکن و امور شهری و کمیته امور مالی سنا تحویل داده می شود. اسامی برخی از این افراد که مشمول محدودیت های مسافرتی هستند از این قرار است: عبدالله عراقی، معاون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران، محمدعلی جعفری نجف‌آبادی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل سابق رژیم ایران، محمد رضا نقدی، فرمانده سابق بسیج، احمد رضا رادان، معاون سابق فرمانده نیروی انتظامی، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، حسین طائب، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه، علی اکبر احمدیان، رئیس مرکز استراتژیک سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی، سرکرده نیروی قدس سپاه. خبرها را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی ضمن ابراز خرسندی از تولید واکسن‌های مختلف با درجات ایمنی متفاوت اعلام کرد که با این همه نسبت به دستیابی به موقعیت ایمنی جمعی تا پایان سال 2021 خوشبین نیست. سخنگوی بهداشت جهانی خاطر نشان کرد تولید و توزیع میلیاردها دوز واکسن کرونا یک پروسه زمان بر خواهد بود. 50 کشور پروازها به انگلستان و از انگلستان به کشور خود را ممنوع کردند. دولت روسیه دو روز پس از اطلاع از اینکه نمونه ویروس جهش یافته انگلیسی که اخیراً در این کشور مشاهده شده مربوط به مسافری است که از انگلستان بازگشته، تصمیم به تمدید لغو پروازهای انگلستان را اعلام کرد. چین که پس از ماه‌ها بار دیگر با موارد جدید ابتلا به کرونا در مناطق مجاور پکن روبرو شده است، محدودیت‌ها را اعمال می‌کند. در سه کلان شهر هم مرز با پایتخت خروج شهروندان از خانه را برای یک هفته ممنوع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با بروز موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 و به دنبال قرنطینه شدن 18 میلیون نفر، ساکنان دو کلان شهر شیجیاژوانگ و شنگتای، 5 میلیون ساکنان شهر لانگفانگ در جنوب پکن نیز از روز دوشنبه به مدت یک هفته نباید از خانه خارج شوند. وزارت بهداشت آلمانی اعلام کرد طی 24 ساعت از 3727 تست کرونا حدود 565 نفر مبتلا به کرونا تشخیص داده شدند. در همین روز طبق آمار رسمی 5 نفر به جان باختگان کرونا افزوده شدند. واکسیناسیون در آلمانی با اولویت پزشکان و کادر درمانی صورت می‌گیرد. اپیدمیولوژیست ها متخصصان بیماری های واگیردار در اولویت قرار گرفتند. ادامه اخبار. پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران خامنه ای درباره نفرت عمومی از ولی فقیه ارتجا گفت قاعده نظام ما و قائمه آن رهبر است که دشمن بر او متمرکز شده و هرچه بگوید ولو درباره واکسن جنجال به راه می اندازند. سرپاسدار ابله ولایت ارتجا به نحو موسیقی اضافه کرد وضع آمریکا را که می بینیم. این در حالی است که ما از برجام مستغنی شده ایم و آنها چه به برجام برگردند چه نه برای ما فرقی ندارد. شیخ حسن روحانی هم تلاش کرد فساد حکومتی و ورشکستگی سیاسی و اقتصادی خودش و نظام ولایت فقیه را به جانب آمریکا فرافکنی کند و گفت مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی خودشان هستند.
کشوری که ما میبینیم یک رئیس جمهوری که فهم سیاسی نداشت بر کشور مسلط شده بود، حالا متاسفانه یک وزیر خارجه صفی هم در کنارش قرار گرفته بود، یک مشاور امنیت ملی افراطی نادان هم در کنارش قرار گرفته بود، خودش هم که حالا تفکرش تفکر تاجر مآبی و تفکر قماربازی و با این تفکر کار رو پیش می برد، پایان کار رو ما دیدیم. این خیلی مهمه. در روزی که مردم ایران احساس پیروزی در برابر این فشار و این تروریسم رو شاهد هستند، مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی خودشون هستند. من در اینجا میخوام به یک نکته دیگرم تأکید کنم نسبت به اون رسانه هایی که در خارج ضد ایرانند و همیشه ضد منافع ملت ایران حرف میزنن. حالا ممکنه یک چند نفری در داخل هم از این گونه حرف ها تکرار بکنن. هر چه مشکل هست اصلا نمیگن آمریکا، اصلا چیز عجیبیه، هر مشکلی پیدا میشه میگن دولت چرا اون کاری کرد، دولت چرا این کاری کرد. آخوند روحانی همچنین به جنگ و جدال بین مجلس ارتجاع و دولت آخوندی بر سر بودجه رژیم پرداخت و در پاسخ به حملات اعضای مجلس رژیم با اعتراف به تو خالی بودن لایحه بودجه گفت خطر این است که یک درآمدهایی در بودجه ثبت شود که با واقعیت ها منطبق نباشد و این خیلی خسارت بار است. حواسمون باید جمع باشه، بودجه با قانون عادی فرق میکنه، لایحه بودجه با لوایح تقنینی معمولی متفاوت هست. خطر اینه خدای ناکرده یک درآمدهایی در بودجه سبز بشه که این درآمدها با واقعیت خیلی منطبق نباشه، خیلی خسارت باره. این روزا شما راجع به یک کشوری زیاد شنیدید به مناسبت هایی که 7 میلیارد دلار ما در بانک یک کشوری همجور حبس روش قفل کردن. اگر منابع در اختیار بانک مرکزی ما قرار بگیره، همین منابع اگر فردا صبح نه درآمد جدید نه نفت جدید، همین منابع اگر آزاد بشه، قیمت دلار ما میاد از 24 25 تومان میاد حدود 16 تومان 15 تومان میاد پایین. من خواهش میکنم به این امنیت هم ما توجه بکنیم، یعنی چیزایی که به مردم قول دادیم، دولت به مردم قول داده، مجلس به مردم قول داده، قانون به مجلس به مردم قول داده، یه وقتی در لایحه بودجه تغییرات ایجاد نشه که این امنیت به هم بخوره. روز چهارشنبه 24 دی حملات اعضای مجلس ارتجاع به آخوند روحانی به خاطر وضعیت معیشتی و اوضاع انفجاری جامعه، بودجه و تحریم‌ها ادامه یافت. جناب دکتر روحانی، حقیقتاً این گرانی کمرشکن آستانه تحمل مردم بریده، پیوسته مورد سوال واقع میشیم. حقیقتاً تعدادی از این مسئولان بر مردم گرانی میکنن، بر دوش مردم، به جایی که مشکل رو حل بکنن خود اینا تبدیل به مشکل شدن. آقای رئیس جمهور، روند نامناسب افزایش قیمت‌ها آه از نهاد مردم برآورده و سفره معیشت آنان را هر روز کوچکتر میکند. برخی از شواهد و قرائن حاکی از آن است که بودجه برخی از استانهای محروم از جمله گلستان در لایحه بودجه کاهش پیدا کرده است. با خانه نشینی، دورکاری، بی‌تفاوتی با اوضاع و مدل مدیریتی و سیاست شاه سلطان حسینی و استمرار این شرایط فقط میتوان گفت کار ایران با خداست. آقای رئیس جمهور، خانه نشینی و ادامه این ننگ و عدم نظارت بر بازار و گرانی‌های افسار گسیخته و فقط و فقط دغدغ شاهد دغدغه آب و نان مردم بودن تا کی؟ آقای رئیس جمهور، غفلت و خواب سنگین شما و برخی دولت مردان و به اصطلاح جنرال‌هایتان
ایران این خواب سنگین هم آب سنگین را تحت شعاع قرار داد، هم بی‌تدبیری و ناامیدی را در جامعه رواج داد و هم اشتهای دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب و اذناب و تفاله‌های داخلیشان را افزایش داد. تذکر بعدی من به رئیس محترم جمهور هست. امروز عزیزان می‌بینید که قیمت کالاها خیلی قیمتش افزایش یافته، خصوصا کالاهای اساسی، بعضی از کالاهای مورد نیاز مثل تخم مرغ، روغن. مردم تحت فشار هستن، واقعا تحملش سخته. برای ما و شما نه، کسی که در یه خونه گرم و نرمی نشسته هرگز نمیتونه از پشت پنجره اون سرمایه بیرون لمس کنه. اگر حقوق معلمین، خرید خدمات، این مظلومین یک سیوم فلان حقوق بگیر نجومی باشد، اگر رئیس جمهور ما در دوش روزانه خود 250 لیتر آب مصرف کرد اما برای آن پیرمرد دشتیاری نتوانستیم برای همه مصارفش 15 لیتر فراهم کنیم، اگر ما نمایندگان ملت هر روز توییت کردیم اما توییتر برای مردم فیلتر باشد، اگر نهیب ما بران دخترکی که روسریش اندکی عقب افتاده از فریاد ما بر آن آغازادی اختلاسگر بلندتر باشد، بدانید و آگاه باشید که مسیر عدالت را اشتباه نمودیم. رئیس جمهور محترم و دولت توصیه می کنم هرگز به فکر مذاکره با آمریکا نباشند. استیضاح دولت و رئیس جمهور به دلیل سیاست‌های نادرست و تحمیل فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم و سوء مدیریت خواسته اکثریت مردم ایران می باشد، ولی به دلیل هزینه‌های زیاد آن به مصلحت نیست. از مقام عظمای ولایت استدعا دارم در صورت صلاح دید دستور فرمایند دستگاه‌های مرتبط ایجاد نظام اجرایی نیمه ریاستی با ایجاد پست نخست وزیری را مورد مطالعه قرار دهند و در صورت صلاح دید اجرایی شود. دشمنان این نظام، اصولگرا و اصلاح طلب، انقلابی و غیر انقلابی، خودی و غیر خودی نمی‌شناسند و از اختلافات سیاسی به عنوان دستمایه‌ای برای ایجاد تفرقه و نفاق استفاده می‌کنند. پرداخت یارانه‌های پنهان که عمدتاً به جیب ثروتمندان جامعه می‌رود، اقتصاد و تولید کشور را فلج کرده است. 88% از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و 12% صرف هزینه‌های عمرانی می شود. لازم می دانم نارضایتی مردم را به دلیل گرانی‌های افسار گسیخته که سفره فقرا را کوچک و سفره ثروتمندان را رنگین کرده است از تیم اقتصادی و دولت اعلام کنم. شماری از اعضای مجلس ارتجاء به ادعای جهانگیری معاون اول آخوند روحانی در مورد دلار 4200 تومانی معروف به جهانگیری و نیز به حرف‌های اخیر روحانی در مورد گرانی دلار بدون اینکه مردم بفهمند واکنش نشان دادند. تذکر بنده به آقای رئیس جمهور است در خصوص اظهار نظر معاون اول ریاست جمهوری آقای دکتر جهانگیری در روز گذشته. آقای دکتر جهانگیری، بهتر واقعیت‌ها رو ما به مردم بگیم در خصوص موضوعاتی همانند ارز 4200. همه اطلاع دارن این آدرس غلط دادن به مردمه. اصلا در اون زمانی شما تصمیم برای ارز 4200 گرفتی در فروردین ماه، جلسه تحت عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت. چرا آدرس غلط مردم میدین؟ بعضی‌ها میگن که ما نگذاشتیم مردم در صف باشن. ایشون رو من دعوت میکنم صف‌های روغن و چه و چه را ببینن. میگن یه جوری دلار رو ما گرون کردیم مردم نفهمیدن. حتما ایشون خبر نداره از تورم 44%. جناب روحانی، آذری چند روز در سیستان زندگی کنید، از خدا بترسید که آه دل پیرزنی نیمه شبی کن فیکن میکند. حقیقتا این وضع کپسول نفت در سیستان بستان قابل قبول نیست، اصلا توجیه نداره. اخبار را ادامه می دهیم.
سنگین‌ترین حملات هوایی به دنبال سنگین‌ترین حملات هوایی به نیروهای رژیم آخوندی و مواضع آنها در سوریه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند و انبارهای مهم آنها در هم کوبیده شد. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا در این باره گفت این انبارها به عنوان کانالی برای پشتیبانی از برنامه اتمی رژیم ایران عمل می‌کردند. درباره این حملات آسوشیتد پرس به نقل از دیدبان اپوزیسیون سوریه گزارش داد هواپیماهای جنگی اسرائیلی اوایل روز چهارشنبه حملات هوایی شدیدی را در شرق سوریه انجام دادند و مواضع و انبارهای تسلیحاتی نیروهای مورد حمایت رژیم ایران را هدف قرار دادند که ده ها نیروی رزمی کشته یا زخمی شدند. این حملات مناطقی را در داخل و نزدیک شهرهای دیرزور، میادین و آلبوکمال در امتداد مرز با عراق هدف قرار داده است. دیدبان اپوزیسیون سوریه از دست کم 18 حمله به دیرزور و همچنین در طول مرز با عراق خبر داد و گفت چندین انبار تسلیحات مورد اصابت قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در انگلستان اعلام کرد 23 نفر که 7 نفر آنها سوری و بقیه از مزدوران رژیم ایران بودند کشته شدند. دیدبان سوری گفت 28 نفر نیز زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه رادیویی بر لزوم اعمال قاطعیت بیشتر علیه رژیم آخوندی تاکید کرد و گفت نشان دادن ضعف در برابر رژیم ایران همیشه اشتباه است. آنها از آن برای شرارت استفاده خواهند کرد. آنها از آن برای ایجاد خطر استفاده می کنند. باید در مقابل این رژیم محکمترین و بلندترین صدا را داشته باشیم. وی افزود در یمن حوثی‌ها مستخدمان بیرحم رژیم ایران هستند و حکومت دینی در آنجا از آنها برای اهداف بیرحمانه استفاده کرده است. نیروهای حوثی تروریست هستند و تحت حمایت حاکمیت دینی و دوست سالار اداره کننده رژیم ایران قرار دارند. این رژیم بودجه یک برنامه موشکی را تامین می کند. قابلیت هایی در یمن را تامین مالی می کند که اروپا را در معرض خطر قرار می دهد. خاورمیانه را در معرض خطر قرار می دهد. مایک پاپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک رشتوییت نوشت ما در کنار مردم ایران استادیم. ما سرکوبگران آنها را تحریم کردیم. ما حقیقت را در مورد وحشیگری رژیم افشا کردیم. ما رژیم را از پولی که می توانست برای حمایت از تروریسم استفاده شود محروم کردیم. بدون شک فشار حداکثری کارآمد است. وزارت خارجه آمریکا تحریم هایی را برای اولین بار علیه دادگاه ها و قضات رژیم ایران به خاطر نقش آنها در زندانی کردن زندانیان عقیدتی تحریم هایی اعمال کرد. ما خواستار آزادی گروگان هایمان هستیم. زمانی که رژیم مردم ایران را در خیابان ها کشت و تظاهرات کنندگان به ما اسناد آن را فرستادند، ما آن را برای مشاهده جهان پخش کردیم. ما قاتلان و زندانبانان و قضات فاسد آنها در دادگاه‌های ساختگیشان را تحریم کردیم. رژیم ایران شهروندانش را از دادگاه‌های منصفانه محروم می‌کند و مرتباً به معیارهایی که در قانون خود آن آمده است عمل نمی‌کند. ما بین رژیم ایران و مردم ایران تفاوت قائلیم. مردم ایران این شکنجهگران را انتخاب نکرده‌اند. آنها شایسته ی حاکمیتی بسا بهتر از این هستند. جهان از تهدیدی که توسط رژیم تروریستی ایران اعمال شده آگاه شده است. سناتور لینزی گراهام به دنبال افشاگری دیروز وزیر خارجه آمریکا نسبت به همکاری رژیم ایران با گروه القاعده نوشت رژیم ایران حامی اصلی تروریسم در جهان است و به دادن پناهگاه به اعضا و رهبران القاعده ادامه می دهد. فکر این که توافق اتمی باعث تغییر در رژیم ایران خواهد شد عمیقاً ساده نگریست. بینندگان عزیز به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار همگی شما.